هموطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما هموطنان گرامی و همزبانان گرامی. برنامه سرزمین جاوید اجرا می‌کنم. امروز روز چهارشنبه است و چهارم از ماه آوریل سال 2012. در روزهای چهارشنبه می‌پردازیم به کار شاهنامه فردوسی. امروز هم نسخه تصحیحی جولیوس فون مهل را آوردم خدمت شما که مابقی داستان رستم اسفندیار را بخوانیم. خیلی سپاسگزارم از شما هموطنان گرامی و بزرگوار که در باب عرض میکنم که همین سیدی جناب فردهی مرحمت کردید. واقعا سپاسگزارم از شما، خیلی ممنونم. بعضی دوستان تلفن ایشون رو مجدد از من خواستن، خدمتتون میدم. 818 43 919 43 818 43 919 43. آقای فردهی، محل معلومات اگر مشکلی هم در باب ادبیات و تاریخ و سیاست معاصر داریم باشون صحبت. خب یه مطلبی تا این فراموش که نمی کنم. من یک دوست عزیز دارم در سوئد، گیل مرده، از اون گیل مردان پاک که ما در تبریز با هم بودیم و سال هاست من این مرد بزرگ رو ندیدم تا به من زنگ زد و با خانومش و بچهش در سوئد هستن، جستجوگر پناهندگی هستن. یک بار دیگه عرض کردم خدمت شما و چند تن تلفن کردن برای کمک به ایشان. کمک عرض میکنم کمک مالی نیست، کمک به مفهوم این که راه و چاه را نشون دادن و عرض میکنم که کسانی که اشراف و قانون دارن ایشون را آگاه کردن، چون دادگاهشون هم روز سوم بود که عقب افتاد. این است که هموطنانی که در سوئد هستن و پیش از این پیام را نشنیدن، در باب کار گیل مرد محمد حسین عرض شود که به من لطفاً به برنامه سرزمین جاوید زنگ بزنید. لطفاً تلفن سرزمین جاوید رو مرحمت کنید بذارین عزیزم، چون مطلب مهمه. بله، تلفن آقای فرحی رو اعلام کردم، به خودشون زنگ میزن و تلفن بفرمایید. شاید یکی از شما عرض شود که بتواند کمکی بکند به این دوست عزیز و قدیم من که چند سالی در تبریز بودیم. وقتی که من از ایران آمدم، در واقع استعفا کردم از کاری که می کردیم با زحمت زیاد، ایشون در تبریز بود و بعدها گویا به کرمان رفت و داستانهاشون خیلی زیاد هست. خب امروز میخوام یک مطلبی خدمت شما دیگر عرض کنم در باب یک کتاب دیگر، 120 روایت از حسین مهری. یه تکشو میخونم، امروز مطلب خیلی زیاد داریم. حسین مهری نوشته، از این کتاب جدیدی است که من میخوام باز از شما تقاضا کنم به ایشون زنگ بزنید. زورگویان از ترس زور میگویند و میدانند اگر دست از زورگویی بردارند، ترس بر آنها غلبه خواهد کرد. اونها میترسانند تا نترسند و میکشند تا کشته نشوند، اگر خرد نکنند خرد میشوند. روحانی شیعه از نوع قدرت طلبش توانایی و ظرفیت انطباق و همسازی قریبی دارد. در تهران میگفتند اگر آخوند نترسد مثل ببر عمل میکند و اگر بترسد به موش شبیه تر است. میگفتند آخوند هیچ آرمانی و هدفی ندارد تا در همه گونه شرایط با عزم راسخ اون را دنبال کند. خواهش نفسانی و خواست لحظه تمام هدف و آرمان اوست. آخوند چه آرمانی میتونه داشته باشه؟ عرض کنم خدمت شما که هیچ مردمانی در تاریخ ما محرومتر از مردمان فرهنگ نبودند. ما در باب فردوسی که بزرگترین شهروند این سرزمین هست میخوانیم که در توس، توس شهر خیلی بزرگی بود، بعد از حمله مغول تخریب شد، از بزرگترین شهرهای ایران بود و چه مایه بزرگان از توس بیرون آمدن. در اونجا این استاد بزرگ در کنج فقر و انزوا داشت عرض می کند که کاری بزرگ، بی اندازه بزرگ برای مملکتش انجام می داد. و بعد در اوج پیری، کنون عمر نزدیک 80 شد، امیدم به یک بار برباد شد. به جای انانم عصا داد سال، پراکنده شد مال و برگشت حال. هیچ کس نبود به این مرد کمک کنه. در اون روزگار در توس حتما حاجی های قوی حال، مردمان ثروتمند، احتمالا می دانستند که این
شاعر بزرگ دچار فقر و گرفتاری است و اینها، و بعد یک روزی در زیر تگرگ و بیا برف نشسته و فکر میکند که از چه کسی میتواند کمک بگیرد. بعد دوباره به یاد یک نفر میفتد، حسین قتیبه. میفرماید همه کارها شد سرندر نشیب، مگر دست گیرد حسین قتیبه. به ضرورت قافیه ممکن است قتیب بخونید، اما همون باید از قتیبه مأخوذ باشد. یعنی در همه طوس به اون عظمت و با اون ثروت که اون روزگار بود، استاد ما فقط یک نفر، اونم یه جای دیگه میفرماید که بر این نامه از نامداران شهر، علی دیلم و بودلوف راست بر حسین قتیب است زازادگان، که از من نخواهد سخن رایگان. نیم آگه از اصل و فرع خراج، همی غلطمن در میان دواج. در واقع معبدی که این حسین میکرده مالیات از ایشون نمیگرفته. مثل میگم، یا در باب حافظ، همین عارف قزوینی، مرد فرهنگساز، دستگاه استبداد فرستادن ایشون رو، در همدان از فرط گرسنگی مرد و کسی به او کمکی نکرد. و بعد ما ملک الشعرای بهار رو داریم، شاعری بدین قد و قامت ما در 500-600 سال گذشته تاریخ ادبیات نداریم. بعد خانومش با اون چادر اینها، کتاب‌های منحصر به فرد خطی استاد رو می‌ذاره زیر بغلش، زیر چادر توی بازار می‌فروخته که خرج زندگی رو تأمین کنه. امروز ما وقتی به گذشته نگاه می‌کنیم، اون کر و فر رو، اون کبر و نخوت رو، اون در واقع از صورت که قیافه های عجیب غریب و فرمان های شراد و گلاز دیکتاتورها از میان رفته و اصلا صفر شده، اما این بهار هست که هر روز چهرش درخشانتر در تاریخ ما در واقع دیده میشه. حالا منظور از این صحبت ها، عرض کردم من سخن نمیگم مگر که ضرورتی باشه، دوست بزرگوار و نازنین من آقای حسین مهری، از روزگاری که ما به یاد داریم و خودشون تعریف کردن، در کار فرهنگ بودن، در کار ترجمه نوشتن، روزنامه نگاری، با در واقع شرافت و اخلاق و پرنسیپ هایی که هر آدم بزرگی داره واقعا، و قریب 24-25 سال است که در رادیو صدای ایران این بزرگوار مشغول به کار هست، مشغول به کار هست. مصاحبه های ایشان در واقع یک آرشیو تاریخی است از همه گونه روشنفکران که با ایشون مصاحبه کرد. و ایشون در واقع ناراحتی جسمی دارن، روز شنبه خدمتشون بودن، مثل که برای معاینه باز به بیمارستان، و بعد آورتشون رو عمل کردن، دچار گرفتاری و اینا. با این همه گرفتاری کتابی به زیر عنوان 120 روایت از مقاله هایی که قبلا نوشتن، حقیقتا قلم مهری پخته، زیبا و بسیار دلچسب است نوشتن، که در دست من است. اینجا 120 روایت حسین مهری، گردشی در افقهای سیاست و اندیشه. این کتاب شما ممکنه خبر نداشته باشین از این کتاب، من شما رو خبر کردم. تلفن آقای مهدی رو خدمتتون میدم، خود ایشون در منزل هستن، خانم محترمشون هستن، تلفن بفرمایید و کتاب رو از ایشان در واقع سفارش کنید. ما در واقع باید نشان بدهیم که اگر کسی برای جامعه کار کرد و کار خوب کرد، ما اندکی قدردانی کنیم، حس خوشی به ما دست خواهد داد. تلفن آقای مهری 310-207-1969 آخر برنامه هم اعلام خواهم کرد. خب تلفن جناب فرهید هم که من گفتم خدمتتون، هر شبت که 818-43-919-43 به خود آقای فرهی زنگ بزنید، در باب اون عرض میکنم که نوار موسیقی و صدای ایشان باشه.
دوستان بعضی سوال دارن در باب شاهنامه. یکی واژه اسب هست. دوستی زنگ زده بودن که آقا من خواندم اسب، چرا اسب و اسب نیست؟ خدمت شما عرض میکنم درستش اسب، اسب. چون این واژگان پارسی دری تطور یافته مصطلحات و واژگان فارسی میانه است و برمیگردد به زبانهای قدیمتر که این زبان دچار تطور شده به دست ما رسید. بنابراین اسب با پ صحیح هست، اسپا به معنی اسب، اسپی به معنی مادیان. این در واقع اون آی آخر، این آخر آی تأنیثه. من دیدم در هندوستان میگن مهاراجا مهارانی، مهاراجا که مذکر، مهارانی مؤنث. اسپا اسپی. به کتابی در دست من هست، حالا گفتن اسپی، لطفاً اون سمند رو نشون بدین. بله سمند. به ما گفتن که این سمند رو گویا پادشاه ترکستان جایی از اونجا برای پادشاه سابق هدیه کردن، از تبار آخالتکه است. آخالتکه که در اون منطقه بهترین اسبا همواره بوده است به لحاظ مقاومت و قدرت و تحمل اسبای جنگی. چینی ها حمله می کردن این اسبا رو می دزدیدن، چون اسب در روزگار قدیم مهمترین بوده. بی اندازه این اسب زیباست، رنگ فوق‌العاده دارد. عده زیادی در ایران عرض کنم که مدعی هستن که نژادی از او دارن، فرزندانی از این اسب. خیلی ممنون. بله این سمند خیلی زیباست. بله بله اسب عربی هم نشان بدید. اسب انواع مختلف داشته. این اسب عربی است. اسب عربی مثل در واقع بله مثل این است که شما یک پورشه نمیدونم یک میلیون دلاری سفارش کنید، فقط بایستی تماشا کنید این اسب رو. مثل که یک همدم زیباست. اسب عربی یعنی در کارهایی که میکنن برای پرش و سرعت و اینا هرگز از اسب عربی استفاده نمیشه. انقدر این حیوان زیبا و لطیف و ظریف و نجیب هست که حیف از پایش این کار رو کردن. فقط میخرن از زیباییش لذت ببرن، گاهی سوار شن. بله اینم که باز برگشتیم سر اون. و نسا میگوید که در این مقاله که هست اینجا تحقیق استاد بردابود که خشایارشا وقتی لشکر کشید به یونان، بین راه جاهایی بود که میگفتن که اسبای اینها از اسبای ایرانیان بهتر است. خشایارشا میگو اسباشون بیارن و با اسبای نسایی مسابقه میذاشتن. 2000 قدم میدان اسبسازی، اسبای نسا که بایستی همین آخالتکی باشد، اینا میبردن. و پادشاه ایران در منتهای شوکت و حشمت بر یک عرابه 8 اسبه می نشست، از جلو و پشتش اسبهای نسایی که همین تبار این سمند باید بوده باشد می گذشتن. باری و ایرانیان در واقع فرهنگ ایران، این عناصری که در شاهنامه هست از برگستوان بگیرید تا تیغ هندی و عرض می کنم خود رومی و کمان و شمشیر و خشت پران و خیلی چیزهای دیگه، همه این عناصری که هست، اینا عناصر لازمه یک اثر حماسی است و اینها در واقع این المان‌هایی هستن که استاد طوس استفاده کرده و به صورت یک مجموعه بزرگی، یک کهکشانی است که اینا در حرکت هستن و نهایت این کهکشان به سوی بزرگواری ملت، زنده ساختن شرافت ملی و بازسازی روحیه ملی و اعاده حیثیت، اینا با هم حرکت میکنه. این است که هر یک از اینا داستانی دارد، سابقه ای. حالا من در باب اصل قبل از اینکه برویم سراغ شاهنامه برای شما میخوانم استاد پور داوود. خب اینجا یک تکه ای از میشه که تورات آورده، یک قطعاتی از عرض میکنم که جاهای دیگه. حالا میگوید او را فرزانگی و دانش را زرتشت بستو در اندیشه و گفتار و کردار خیش از برای نیک اندیشیدن و سخن گفتن و رفتار کردن
و از برای این کامیابی که به دو راسترین دانش مزدا آفریده پاک، نیرو در پاها، شنوایی در گوشها، زور در بازوان، درستی و پایداری در سراسر تن بخشد، اونچن نیرویی که اسب از آن برخوردار است و در شب تار هر چند که باران بارد و برف ریزد و تگرد فرو افتد، یک موی اسب را تواند باشناخت که از یال است یا از دم. اوستا فقره 10. خب حالا اینجا خیلی چیزای زیبا هست. عرض می شود که در باب اسب اینجا میگوید ایرانیان از همان آغاز فرهنگ خود ارزش این جانور زیبا و سودمند و هوشمند و دلیر را دریافتند و اون را از آفریدگان نیک دانستند، به نگهبانی و پرورش و پرستاری کوشیدند. نامی که امروزه این جانور در فارسی دارد همان است که در چندین هزار سال پیش نزد آریایی‌ها داشته، در اوستا و فرس هخامنشی اسپا و ماده آن اسپا یا اسپی و در سانسکریت اسوا خوانده می‌شود و در لاتینی اکوس سوار در فارسی از واژه فرس هخامنشی اسباری به جای مانده. در سنگ نوشته داریوش در بهستان یعنی بیستون 4 بار به کار رفته است. کهن‌تر از سنگ نوشته داریوش بزرگ در 522-486 در یک سنگ نوشته که از سارگون دوم پادشاه آشور پیش از بیلا به جامانی که از شهریاران ماد یاد شده که اسبار نابیده می شد. جز اکل این واژه بر یا برا یا برنده از مصدر بر یعنی بردن آمده است. در پهلوی اسبار و اسبار و اسپارک و اسوار، اسواران سالارنامه فلان، نزد نویسندگان ایرانی و عرب اسوار جمع اساوره بسا به معنی آزادگان و بزرگان گرفته شده است. واژه هایی که در فارسی از اسب ترکیب یافته بسیار است، از اونهاست اسپست که به معنی یونج است. و دوستی دارم اهل کردستان بیشتر از 30-35 سالیست که روی اسب و تعلیم اسب کار میکنه. میشون میگفتن که امریکایی ها تا چند سال پیش یونجه نمیشناختن، بعد متوجه شدن که بهترین غذا برای پرورش یونجه است. اسپس که امروزه یونجه میگوین. بله، بعد میگوین جز دوم این راشه چنین است و عربا چنین میگویند و اینها. و یه نکته جالب این که خب میگوید که مالیات در زمان خسرو انوشیروان میتوان به اهمیت و ارزش اسپس در ایران باستان پی برد. از برای هر یک جریب که گندم یا جو کاشته میشد 1 درهم مالیات وضع کردند. از برای یک جریب موزار یعنی درخت مو 8 درهم. از برای یک جریب اسپس 7 درهم. از برای هر 4 درخت خرما ایرانی 1 درهم. از برای هر 6 درخت خرمای معمولی 1 درهم. از برای 6 درخت زیتون 1 درهم. چنان که دیدیم شد اسپس پس از انگور گرانبهاترین محصول بوده که باش اسب رو پرورش بده. مقاله خیلی مفصله، وقت ما کم هست. فقط خواستم در جواب اون دوست عزیز که گفتن اسب درست است یا اسب، عرض کنم که اسب درسته. اسب در عرض کنم که این دست نویسای قدیم هم که نگاه میکنیم همه جا اسب آمده و نگه داشتن اسب همواره گران بوده در اروپا. در اروپا اگر کسی بخواست اسب داشته باشه حداقل 4 هکتار زمین یونجه لازم داشت تا بتواند که اسب نگهداری کند. در روزگار اعراب هم اسلام هم چنین بوده و داشتن اسبهای نژاده کار هر کسی نبوده و در واقع قوی حالان و ثروتمندان می توانستن اسب داشته باشن. این است که نداشتن اینا یا پیاده بودن اسلامیون یا سوار شتر بودن. در جنگ احد میگوید اینها 2 اسب داشتند و 100 شتر داشتن، بقیه هم پیاده بودن. بعد که دیگه ریختن سر ما که البته اسبای ما رو غارت کردن، ماشاءالله همه سوار اسبای نژاده میشدن، دیده شده است بعد از اینها مثل عبدالرحمن ابن عوف که یکی از دزدان مشهور است، ایشون میگویند که طویله داشت 1000 اسب نژاده که البته حتما از ایران بلند کرده بود و دزدیده بود، این در اونجا داشت. امروز نژادهای عربی خوزستانی که تفاوت میکند با اسب عربی، این اسب عربی
بینیش برگشته است، بعض اوقات ممکن دچار تنگی نفس بشه، اما بی اندازه زیباست. اسب عربی خوزستان تقریبا به همون زیبایی اسب عربی خالص است. اسب نژاد درشوری در شیراز بی اندازه زیباست، بی اندازه. هنوز اسبای خوب نژاده هست، اینقدر هست که برای کارهایی که میکنن اینها ترکیب کردن اسبا رو با هم، اصلاح نژاد کردن. برای پرش یک نوع اسب، برای سرعت یک نوع اسب. ما که آمدیم آمریکا یک اسبی بود که هرگز در تاریخ نظیرش پیدا نشده است، به نام سکرتریا. سکرتریا تمام این مسابقات رو میبرد با فاصله 50-60 متر. معمولا این مسابقات با یک سر یک گردنه و 20 میلیون دلار قیمت اسب بود. وقتی که بازنشستش کردن تا سالها هر کسی مادیانش رو میبرد که در واقع تخم گیری بکنه، 250 هزار دلار صاحبش میگرفت تا این کار انجام بشه. و بعد که اگر که نمیگرفت به قول معروف، یک بار دیگر هم میتوانستن یک جفت گیری بکنن. اگر نمیگرفت دیگه پولش رفته بود، دیگه تقصیر سکرتریا نبود. و هر سبت که محبوب مردم آمریکا بود این سکرتریا. اگه شما بروید در این یوتیوب بزنید سکرتریا، اونجا مسابقات رو میبینید که چه میکرد. بعدش سیاتل سلو آمد. سیاتل سلو اسب فوق‌العاده بود، فوق‌العاده. یکی خسته خریده بود 17 هزار دلار. بعد از مسابقه اول بود در واقع 14 میلیون دلار ارزش اسب. داستان اسب خیلی زیاد هست، اجازه بدید که وقت ما هم کم است. عرض می‌شود که فقط یک نکته بگم و برم این سر شاهنامه، و اون این که این اسلامیون، تو برادر عزیزم در دانشگاه هستی، در نمیدونم کجا هستی، کار میکنی، نمیدونم جوانی، نوجوانی، میان سال هستی، اینها یه عمر به دوست، به قول دوست گیله ورد من، گفت ما 1400 سال سرمون انداختی پای رفتیم در مسجد آرام نشستیم. این آقا رفت روی منبر هر چه خواست گفت، هیچ کس جرأت نمیکنه. یا آقا این همه مهمل برای چه میگی؟ این همه دروغ برای چه میگی؟ همیشه ما شنونده بودیم، ما بیچارگان تو سری خوردیم، دم در کشیدیم. هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش، چون تو حرف میزدی میگو معلوم تو بهتر میدونی یا خدا. عدو بالله 6000 میگوید تبری، 6000 تقریبا 5 تا 6000 از حکما و شعرها و بزرگان رو در همین دوران عباسی بعد از دوره مأمون کشتن به جرم زندقه. باری اون روزگار تهی شده، ما باید بیستیم مقابل اینا. آقا چند تا سوال جواب نده از اینا بپرسیم. سوال اول، آقا این بزرگان صدر اسلام تا المستعصم ملعون که مغلا ریشش کندن الحمدلله رب العالمین، اینا از کجا زندگی میکردن؟ کارشون چه بوده؟ این نانی که در شکم اینا میره از کجا آمده بود؟ ببینید جوابی داره. از اینا بپرسید آقا شما میفرمایید که لا اکراه فی الدین. آخه لا اکراه فی الدین شعاری، شعار زیاد داره، اما در عمل همش خشونت و عقب ماندگی و بدبختیه. چگونه است یکی دینش عوض میکنه سرش میبرین شما؟ لا اکراه فی الدین. بپرسید آقا از اینا این شراب که اینقدر فروشش وحشتناک حرامه، چگونه از فروش شراب حرام؟ آدم فروشی خیلی چیز خوبی است، خودشون هم میفروختن این بزرگان دین، پولیشون میریختن جیبشون. شما کشاورز بودی در اهواز، نمیدونم در اندیمش، در شیراز، زنی داشتی، بچه‌ای داشتی، پدر مادری، نژادی، نسبی، حسبی، یک مرتبه بی انصافا اومدن دزدان ریختن، دست و پای شما رو میبستن، مینداختن جلوی شطرها، زن بچه‌تون هم می‌بردن. می‌فرماید شما نمی، در قرآن کریم می‌فرماید شما نمی‌توانید با یک زنی همخوابگی کنید بدون اینکه از اون، مگری که از کسی دیگه گرفته باشید. عدالت رو نگاه کنید. بعد شما رو می‌بردن، ای بابا من کجا می‌برین؟ چی شد؟ ای داد بیداد هیچی. می‌بردن شما رو، زنا رو یک طرف دیگه، مردا رو یک طرف دیگه. اگه نمی‌کشتن، اگه رحم می‌کردن، یه عده هم میمدن نگاه میکردن به قد و بالای شما، اینا میخریدن، میبارن میشن به کار گل، میفرستن تو نمیدونم کدوم گوشه عربستان، اونجا حمالی بکنی مجانی. این کار چیز شریفیه، اما فروختن شراب اصلا حرفش نزن. ازدواج با دختر 9 ساله، آقا ازدواج با دختر 9 ساله بپرسین از اینا.
مغلطه‌شون هم که نبوده باور نکنید. اجماع مورخان بدون استثناء و بدون هیچ گونه تردیدی در 7 سالگی عایشه نامزد میشه، در 9 سالگی زفاف میکنه به قول خودش. بارها گفته عایشه. چگونه از چشم دو تا چشم زن اندازه یه چشم مرده؟ نجس یعنی چه؟ از اینا بپرسید آقا نجس یعنی چه؟ چگونه است که ما مسلمان‌ها به دیگران میگیم نجس؟ کافر یعنی چه؟ اینا رو ازشون بپرسید. هیچ جوابی ندارم بدم جز مغالطه. مالکشی و تفسیر و قرائت ما آقا معنی داره، این چیزا معنی داره، پشتش هم تاریخ داره. فقط این نیست که شما فکر کنی کلا سر مردم بذارید قرآن رو بخونی یه تفسیری خودت میخواد بذاری گوچه علی چپ میزنی. تاریخ ها رو نخوندی شما. به بزرگترین مسلمین نوشتن، نه اینکه کفار. آقا غارت، غارت چگونه عملیست؟ خوبه یا بده؟ کشتار خوبه یا بده؟ سنگسار، قصاص ببرسین از اینا. هیچ مشروعیتی اینها نداره. اونقدر تضاد و اونقدر مغالطه در کار اینا هست که هر گوششو بگیر از هم فرو میریزه. هیچ حکمی نیست که زدش نباشه. میگیم آقا این چه داستانه؟ نخیر شما ناسخ و منسوخ هست. ناسخ و منسوخ نه نیچه آقا، مگه خدا بیعقل بوده؟ کمری رسول فرد رسول دیگه. ما از کجا بدونیم اون دستوری که شما میگید داده که اون یکی ناسخ اون یکی بوده؟ از کجا میدونیم 3 سال بعد نظرش عوض نشده؟ کسی نبوده بگیه. نه شما نمیدونه فرموده است الیوم اکمرت لکم دینکم. اینا همش مغالطه 100 تا 10 شاییه، 100 تا 1 ریال هم نمیارزه. تا کی قرار این ملت بزرگی رو خفه بکنن با این حرفا؟ آقا رها کنید داستان به مردم. جای دین در دلهای مردم، در عمق روح و روان مردم. هر کس هم دلش میخواد به هر وجهی که میخواهد تجسمی داشته باشد از خدا. چرا نمیذارید مردم خداشناسی کنن؟ اینا بزرگترین دشمنان همین دین قلابی، اینا همین آخونده هست. خب عرض میکنم که ما از بچگی همیشه نویم مول مول مول. هرچی ما در منابع فارسی گشتیم در ایران که ببینیم آقا این مول که بوده، این مردی که همه عمرش رو در کار شاهنامه گذاشت و زیباترین کتاب تاریخ فرانسه رو چاپ کرد، کی بوده؟ هیچ خبری نیست. هرچی گشتیم ما خبری نیست تا رسیدیم به این کتاب رستم و سهراب که بنده دارم تقریبا دیگه پاک نویسش میکنم. امیدوارم تو بتونم 3 سال الان از اپریل سال 2008 تا حالا ما عرض کنم که روی این 1050 بیت 53 بیت داریم کار بکنیم و گشتیم. بالاخره یکی از دوستان بزرگ و نامبردار مول، پروفسور مولر. این پروفسور مولر یکی از بزرگترین شرق‌شناسان تاریخ هست و اثر قولاسای او در واقع در 50 مجلد در دین شناسی مشرق یک شاهکاری است. پروفسور مولر یک مقاله 22 صفحه‌ای در سال 1878 در باب جولیوس فون مول نوشت تا اونجایش که مربوط میشد به این مقاله 22 صفحه. من عیناً ترجمه کردم سخنان پروفسور مولر رو و در این کتاب گذاشتم که اگر هموطنی خاص بداند که بوده است این خادم مردم ایران زمین، این یار صدیق و بزرگوار زبان پارسی، مراجعه بکند ببیند که جولیوس فون. اتفاقا پروفسور مولر هم آلمانی بود. بله خب اجازه بفرمایید که ما برویم و سراغ امروز با پژمان صحبت میکنیم، صدای ایشون رو میشنویم. خب برویم و چند بیت از مول بخوانیم. مول با اینکه نخستین بوده در اروپا، البته اون شاهنامه ماکان میدونید که در
هندوستان تأسیس شد. اما از این روال منطقی داستان‌ها و ترتیب درست ابیات و رعایت در واقع مواقع فصل و وصل میشود دانست که جولیوس فون مون پیش از اون که بپردازد به تصحیح، اشراف کلی پیدا کرده است بر مطالب کتاب و بعد پرداخته. خط خطا هست، عرض کنم که ابیات الحاقی هست، اما خطایی زشت که در واقع با اندیشه فردوسی و مطالب کتاب در تضاد بیفتند، مثل اونی که تصحیح جدیدتر که پر از خطاهای واقعا منکره، نپیدا نمی کنه در فون مون. البته خب اون اولین کس بوده، احتمالا نسخه های خیلی قدیم هم نداشته است. این است که ما میبینیم که بعضی کلمات چیزه، اما خطای ساختار شکن که یک مرتبه بگوید که نخستید فطرت پسینت شمار، که اساسا این با کل اون داستان خلقتی که فردوسی آورده یک سره در مخالفت هست و یک تخریب عمده‌ای از کتاب هست و نمیشه بخشیدش و ازش گذشت. یا اونجا که جنگ دیو سفید با رستم در چاه اتفاق افتاده، واقعا این خطاها رو نمیشه باید بخشید. حالا دموکراسی هر کس میخواد، اما این چیزاست که با اون محور اصلی قومیت و ملیت ما کار دارد. این چیزا رو نباید بخشید، واقعا باید نقد کرد، بحث کرد، مردم رو روشن کرد. چون این روز هر کاری بکنه به زبان ها بیفته، هر روز دستک و دنبک هست و مصاحبه و استاد و از این حرفا. حالا خب بنده میخوانم خدمت شما از مون. ما خواندیم این داستان ها رو، جنگ رستم و اسفندیار خواندیم و چاره ساختن سیمرغ هم خوندیم، تیر انداختن رستم هم خوندم تا اونجایی که بله. یه بار دیگه میخونم اگرم که دوباره شد اشکالی ندارد، به جهت بلاغت و زیبایی اینجا اوج تراژدی هست، براتون میخونم. تهمتن گزن در کمان راند زود، بدانسان که سیمرغ فرموده بود. بزد تیر بر چشم اسفندیار، سیه شد جهان پیش آن نامدار. تو شاهنامه دیگر بزد راست بر چشم اسفندیار، اینجا بزد تیر. خم آورد بالای سرو سهی، از او دور شد دانش و فرهی. نگون شد سر شاه یزدان فرست، بیفتاد چاچی کمانش ز دست. نوشته چینی کمان که غلطه، چاچی کمان. گرفته بش و یال اسب سیاه، ز خون لعل شد خاک آورده. چنگ انداخت به یال، فش هم هست در از اینجا بش اومده و فش یعنی مویی که به توی پیشانی اسب میریزه. چنگ زد به یال اسب و خم شد. هنر شعر در واقع برانگیختن خیال هست، یعنی شاعر یک نقاشی است که با کلمات در خیال شنونده ایجاد نقاشی میکند و حرکت. بنابراین بعضی کسان گفتن که شاعری بهترین هنر هاست. اینجا فردوسی به ما تجسم میدهد حالت اسفندیار رو بعد از اینکه پیر بشه. اول خم شده، چنگ انداخته به یال اسب، گرفته یا گرفتش فش و یال اسب سیاه، زخون لعل شد خاک آوردگاه. به رستم میگوید تا آنی که گفتی که رو این تنم، بلند آسمان بر زمین برزنم. به یک تیر برگشتی از کارزار، بخفتی بران باره نامدار. به یک تیر برگشتی از کارزار، بخفتی بران باره نامدار. یعنی اون اسب نامی که تو بر او سواری، اسب سیاهی بود. همکنون به خاک اندر آید سرت،
بسوزد دل مهربان مادرت. خب اینا ارتباط مادر با پهلوانان خب خیلی مهمه در همه حماسه. اینجا فرس خیلی 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 حواسش در واقع متمرکز هست بر این داستان ها. کجا چه گفته است؟ چون دیدیم که انگامی که اسفندیار آهنگ سیستان کرد، کتایون اومد با او سخن گفت. کتایون خورشید رخ پر ز خشم به پیش پسر شد، پر از آب چشم بدو گفت ای فرخ اسفندیار. یا کی فرخ اسفندیار، توی از یلان جهان یادگار. ز بهمن شنیدم که از گلستان همی رفت خواهی، به زابلستان به بند آوری رستم زال را، خداوند شمشیر و پوپال را. بسنده نباشی تو با پیل تن، از این مهربان مام بشنو سخن. برای اونا که میگن همواره سخن هست چونه نیست، با پیلتن ببینیم که قافیه شده. باری اشاره میبینیم یک نوع تحقیر درش هست. یک جا هم به اسفندیار گفته است که زکوه به آغوش بردارود، برای پیر فرخنده زال آرود. یعنی مانند یک کودکی هستی در مقابل من، من تو را از این بر میگیرم به آغوش میگیرم، تو رو میبرم پیش زال. اینا در واقع یک نوع تحقیر ضمنی هست لابل به تصریح در میدانهای جنگ اتفاق بیفتده. زکوهه به آغوش بردارود، برای پید فرخنده زال آرود. اینجا می فرماید که همکنون به خاک اندر آید سرت، بسوزد دل مهربان مادرت. همانگه سر نام بردار شاه، نگون اندر آمد ز پشت سیاه. پشت سیاه یعنی اسب سیاه. اول خم شد، خون از چشمانش میریخت و چنگ زد به یال اسب که خودش نگه داره، اما تیر اثر کرده بود و اسفندیار از پشت زین به خاک آورد و فرو افتاد. زمانی همی بود تا هوش یافت، ببخشید تا یافت هوش. بر اون خاک بنشست و بگشاد گوش، سر تیر بگرفت و بیرون کشید، همه پر و پیکانش در خون کشید. همانگه به بهمن رسید آگهی، که تیره شد اون فر شاهنشهی. بیامد به پیش پشوتن بگفت، که پیکار ما گشت با درد جفت. تن ژند پیل اندر آمد به خاک، جهان گشت بر ما شب تیره پاک. برفتند هر دو پیاده دوان، ز پیش سپه تا بره پهلوان. بریدند جنگی برش پر ز خون، یکی تیر پرخون به دست اندرون. ببینید که توالی ابیات خیلی خوب هست، بسیار شیرین. حالا بعض خطا هم در واقع حالا انتخاب ایشون بوده، در واقع واریانتی که فکر میکرده درسته انتخاب کرده. یک سخن فوق العاده دقیق و زیبایی استاد بسیار 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 بزرگ اینو شناس نولکه، تئودور نولکه، که قزوینی میگوید رفتم آلمان اما به واسطه گرفتاری ها که بود جنگ و اینها نتوانستم خدمت استاد نولکه که در واقع افضل و اسن دانشمندان ایران شناس است در حدود 90 سالگی. باری میگوید که این شاهنامه ساخته شده با آواز خونده بشه. من این نکته رو از زبان هیچ کدوم از محققان نشنیدم و درسته و حقیقتش هم همین است. هر جا به یک آواز میخوانن و وقتی با موسیقی تو هم میشه و این عواطفی که انسان در موسیقی میتواند با ملودی ها تجسم کنه، تأثیر کتاب رو و تجسم معنی رو ده ها برابر میکنه و قوت تأثیرش ده ها برابر.
در بختیاری یک صوت حزین و بسیار بسیار پرشور، بسیار شاهنامه خوانان بودن. در بختیاری میخوان، در تهران چنین بود، در جاهای دیگر هم چنین. حالا گفتن بختیاری یک سایتی برای بختیاری و بختیاری تارنما درست کردن، اغلب عکسایی که گذاشتین هموطن اونجا غلط نوشتین، اشتباه نوشتین. بریم تصحیح کنین آقا، این شخصیتا که شما معرفی کردین اونا نیستن که شما فکر میکنین. چندین اشتباه فاحش من پیدا کردم در این تارنمای بختیاری ها. آقا بپرسین هستن افرادی که سنی دارن، بپرسید آقا اینا کی بودن؟ همینجوری که نمیشه نوشت. باری خب امیر جان، شما لطف کنید پژمان رو بگیرید برای ما چند بیت با آواز خوش بخوانن. چون همونطور که مطلع هستید ما یک هفته با آقای کربلایی گرامی صحبت، دو سبک مختلف میخوانن پژمان و آقای کربلایی. هلو ها نگرفتین؟ خیلی خوب. گرفتین؟ چرا؟ توفیق پیدا کردین؟ الو؟ الو؟ بله درود بر شما عزیزم، حالتون چطوره؟ آقا پژمان جان، این طوفانی که آمد، این گردبادها رو من دیدم، اتوبوس ها و تریلیا روی هوا بود در دالاس، وحشتناک بود. الو؟ بله بله، متاسفانه فاجعه خیلی بزرگی بود و به خیلی از شهرهای دوروبر متروپولیس دالاس اصابت کرد. خب تلفات جانی شو که خدا نداشته، طرف شما نبود. من در نقشه نگاه کردم دیدم که شما مثل که امن بودید. بله باره عزیزم بفرمایید پژمان جان، چه داریم امروز؟ بچه من انتخاب کردم همون بخش چیز انداخته. به 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 به، بسیار عالی بسیار عالی. میخونم بفرمایید.
سهی دور شد دانش و فرهی خدا دست شما درد نکنه. به بسیار عالی. خودتون برم. دست شما خسته نباشید. خیلی خیلی زیبا. خیلی زیبا. اجازه میخوام که عید سعید نوروز باستانی رو به ملت شریف ایران تبریک بگم. به به. این به تلویزیون جهانی پارس. انشاءالله که موفق و معید باشید تا برنامه بعد همه رو به یزدان بزرگ میسپارم. درود بر شما. درود بر شما. پژمان گرامی. متشکرم از شما. خب دوستان گرامی، برنامه ما در اینجا پایان رسید. تلفن جناب حسین مهری عزیزم با این کتاب 120 روایت 210-207-1967 لطفاً خدمتشون زنگ بزنید، باشون صحبت کنید، احوالی هم بپرسید، چون دور نقاهتی رو طی میکنن، بعد یک مشکل بعدی پیش آمده. اینها خیلی خوب خواهد بود. راجب اون گیله مرد دوست منم فراموش نفرمایید دوستان، از کسی هست که اونجا میتواند که کمکی بکند لطف بکنند. و همچنین تلفن آقای فردهی رم یه باری خدمتون میدم، 818-43-919-43. خیلی از شما سپاسگزارم هموطنان گرامی و همزبانان. تا برنامه دیگر که روز جمعه خواهد بود شب، اما یک تحلیلی و دروهای بسیار بسیار شاخدار و توجیهات بسیار بسیار غریب این پرویز ثابتی با اون کتاب کذا و کذا خواهیم داشت. یعنی ساعت 8:30 جمعه شب میارم بخشی از این کتاب رو میخونم خدمتتون، ببینیم چه گفته است ایشان. با سپاس از امیر گرامی در اتاق فرمان، برنامه رو میبندیم. درود بر شما. جاوید ایران زمین. زنده باد آزادی.